خدا بیامرزه مادرتو. همیشه فکر میکردم که پدرت زودتر از دنیا میره و من با خیال راحت میتونم سهمال ارث مادرتو به دستش برسونم، ولی از قضای روزگار زد و مادرت زودتر از دنیا رفت. امیدوارم منو بفهمی دخترم. لیلا، 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 سلام عمه جون، حالت چطوره؟ خوبیه؟ چرا زحمت کشیدین؟ مادر خدا بیامرزت از این شیرینی ها خیلی دوست داشت، میگه با روغن کرموشایی درست میشه. دستتون درد نکنه، بفهمید تو، بفهمید تو رو خدا، بفهمید. خوش اومدید. بفهمید. دستت درد نکنه عمه. خواهش میکنم. ببخشید دیگه، من همین دو تا اتاقو بیشتر ندارم. یکیش اتاق کارمه، یکیش هم دیگه حیاتی میکنی؟ دیگه مجبورم، چیکار کنم؟ بعد از اون بلایی که خاندایی سر ما آورد، همه زندگیمون به هم ریخت. آره میدونم، اون با خودش درگیره. دیدیش؟ بله دیشب رفتم چمدونو بهش پس دادم. چرا؟ اون چمدون حق توه. حق من نبود، حق مادرم بود که دیرم به دستش اومد. نمیدونم چرا هیچ علاقه به اون چمدون ندارم. ببینم شناخته؟ چمدونو که دید منو شناخت. البته بهش خورده نمیگیرم، خیلی سال منو ندیده. نمیدونم وقتی دیدمش برخوردش یه طوری بود، یه حسی داشتم اونطور که مادرم میگفت نبود. آره حالا دیگه سرش خورده به پاشرویه، اما یه موقعی یابو برش داشته بود. همیشه یه سوال فکرمو مشغول میکنه، یه سوالی که هر وقت از مادرم میپرسیدم هیچ وقت جوابشو بهم نمیگفت. چه سوالی بود عمه؟ مامانم همیشه بهم میگفت که داییم و بابام رفیق گرما به گلستان بودن. آره مادرت راست میگفت. میخوام بدونم آخه چی شده که یه دفعه داییم با بابام دشمن شده؟ دایی تو موقع‌ها نظرش این بود که رفیق مال بیرونه، نباید آدم بیاره تو خونه زندگیش. آخه چرا؟ خب عقیدش اینجوری بود دیگه، بی ربط هم نمیگفت. تا اون موقع که پدر بزرگ خدا بیامرزت زنده بود، صالح نمیتونست از نظر مالی جولون بده. پدر بزرگت خیلی مرد دنیا دیده بود، میدونست دور و بر صالح یه مش رفیقای نابابه. البته ببخشی ها، یکیشم بابای خودت بود. بابای من؟ بابای من خیلی آدم خوبیه. بابات وقتی زن گرفت بعدن مرد خوبی شد. وقتی پدر بزرگت چششو گذاشت رو هم، صالح موند و با دخلای مغازه غروب به غروب دخلو میریخت تو جیبش، با دوستای نابابش که یکیشم بابای تو بود میرفتن دربند الواتی. رفتنشون با خودشون بود، برگشتنشون یا پاسبان می آوردشون یا انقدر این در اون در رو می زدن تا خونهشون رو پیدا می کردن. یعنی چی؟ پس چی شد یه دفعه؟ پدر بزرگت وصیت کرده بود که صالح به جای اون بره زیارت خانه خدا. هیچکی باور نمی کرد، هم خود من اصلا باورم نمی شد. وقتی رفت و برگشت از این رو به اون رو شد. حالا چرا به بابای من گیر داده بود؟ آخه فکر می کرد بابای تو هنوز مثل سابقه. میگفت پول بابای من حلاله، ارثیه مادرتو نمیداد. میگفت بیفته دست بابات، بابات هپه لپه میکنه پولو. پس اینطور؟ چه جالب. مادرم هیچ وقت این حرفا رو به من نگفته بود. میتونم یه سوال دیگه ازتون بپرسم؟ لابد میخوای بپرسی که این همه اطلاعاتو من از کجا به دست آوردم. دقیقا. خب من سراپا گوشم. میدونی من کیه؟ منتظر کسی بودی؟ نه الان میام.
منتظر کسی هستی؟ نه شما بفرمایید من الان میام. عمه شما اینجا چی کار میکنی؟ نمیخواستم منو ببینه. بهشی چی نگو، بعدم با هم صحبت میکنی. باشه باشه، خدافظ. ببخشید دایی جان، همسایه‌مون بود. مهمون داشتی؟ نه، یعنی بله، ولی رفتنشون. ناراحت به نظر میایین، چیزی شده؟ تو از میپرسی چرا ناراحتی؟ دایی، دختر خوب، آدم وقتی توی مسافر خونم که بخواد بره خداحافظی میکنه، و تو بدون خداحافظی گذاشتی رفتی؟ ببخشید، من اومده بودم چمدون رو به شما پس بدم، نمیخواستم دیگه برش گردونم، مجبور شدم بدون خداحافظی برم. این چمدون مال تو نیست، مال مادرته. مشکل اینجاست که دیگه مادرم هم نیست. بالاخره حقشه، باید یه جوری به... خواهش میکنم شما در مورد حق صحبت نکنین دایی. اگه میخواستی حق مادرم رو بهش بدین، اون موقع که لنگ خرج دوا درمونش بود بهش میدادین. حالا یه دفعه حق شناس شدین؟ ببین دختر جان، من نمیخوام ذهن تو رو خراب کنم، اون موقع نمیتونستم حق مادرتو بهش بدم. کی اینو گفته؟ اگه حق حقه باید داد، امروز فردا نداره. اون موقع صلاح نبود. چرا؟ مگه مادر من صغیر بود که شما وکیلش باشین؟ دایی جون من نمیخوام بعضی از چیزها رو بهت بگم. دایی من همه چی رو میدونم، میدونم که بابای من دوست شما بود. بله دوست من بود، ولی دلیل نمیشه که شوهر خواهر من باشه. اون یه آدم الوات بود عزیز من. خیلی ببخشید، ولی من شنیدم که دوست روز و رفیق شب شما بوده. ولی من توبه کردم. خب بابای منم توبه کرد. بله، ولی من رفتم خانه خدا توبه کردم. خب بابای منم در محضر خدا توبه کرد. فقط میخوای جواب پس بدی. آره؟ نه دایی جان، میدونی فرق شما و بابای من در چیه؟ وقتی آقا بزرگ فوت شد، پول به دست شما اومد، رفتیم مکه، اونجا توبه کردین. حالا چون بابای من دستش خالی بود، دلیل نمیشه که توبهش قبول نباشه. خب شاید من در تصمیم گیری اشتباه کرده باشم. شاید نه، قطعا اشتباه کردین. وقتی مادر من مریض شد، دار و ندارمونو فروختیم، مستأجر شدیم. دو سه تا تیکه هم توی اون اتاقه. نبیگم نه خیلی تا پرکن. کجا میری خانم؟ میرم خونه داداشم. چرا خودتو سبک میکنی؟ این که میخوام حقمو بگیرم سبکیه. این روزا دیگه کسی نمیاد در خونتو بزنه حقتو بده دستت. باید بری حقتو بگیری. بابا خونه زندگیمو فروختم. مگه تا حالا نرفتی؟ چرا؟ بازم میرم، اونقدر میرم تا حقمو بگیرم. بابا منم از ارث پدری سهم دارم، آخه چرا حق منو نمیده؟ اینو از خودش بپرس. ولی اون اگه برادر توه، رفیق سابق منم بوده، منم خوب میشناسمش. اون افتاده رو دنده لج. شاید هم حروم خوری به دهنش مزه کرده. شاید، ولی در هر صورت تو نرو، چون سنگ روی خط میکنه. بابا اگر نرم این دوتا اتاقم میفروشیم، سر پیری میفتیم به آلاخون والاخون شدن و اسباب کشی و از این خونه به اون خونه رفتن. من اونو میشناسم، تا من زندم چیزی به دست تو نمیده. چرا؟ چون دوست نداشت من با مادرت ازدواج کنم. دو سه بارم واسم خطو نشون کشید. آخرش چی شد؟ مادرم مرد، بابام الان خانه سالمندانه. خانه سالمندان؟ بابا گروه جمالت، آدم باباش میبره خانه سالمندان؟ نفستون از جای گرم بلند میشه دایی. من با فروش چند تا تیکه لباس فقط میتونم اجاره خونمو به زور در بیارم. چجوری میتونستم خرج دوا درمون و پرستار بابامو بدم ها؟ مجبور شدم بذارمش خانه سالمندان تا دولت هزینه‌شو بده. اون وقت شما توقع دارین این چمدونو که هر وقت میبینم یاد بدبختی ها میفتم و قبول کنم؟ باور نمیکنی من حتی بازش نکردم ببینم توش چیه. آها اینو بگو. ولی این چمدون درش که باز بکنی نظرت مطمئنن عوض میشه. خیال کردی چهار تا لباس کنه این توه؟ نه خیر. اگه از تاج فرعون تا عصای موسی هم توش باشه دیگه به درد من نمیخوره. درست عین نوشدارو بعد از مرگ سهرابه.
ببخشید دایی جان اگه ناراحتتون کردم. ناراحت هم نکردی، روشنم کردی. حالا چرا پا شدین؟ ببین دایی جون، این چمدون مال خواهر مرحوممه و حالا مال توه. به هر حال چه قبل از مرگ سهراب و چه بعد از مرگ سهرابش توفیقی نمی کنه. اگر من نتونستم ازش استفاده انسانی بکنم، مطمئنم که تو میتونی این کارو بکنی، تو بلدی. حالا میخوام برم سراغ بابات. مگه شما میتونین کجاست؟ نه من نمیدونم، ولی تو که بلدی. باشه منم میام. اتاق مدیره، اول باید با ایشون صحبت کنیم. بفرمایید. سلام. سلام خانم، حال شما چطوره؟ بفرمایید خانم. خسته نباشید، با زحمت‌های ما. اختیار دارید، انجام وظیفه می‌کنیم. ایشون دایی من هستن. سلام علیکم. بله بله، خوش آمدید. خواهش می‌کنم. اجازه میدین که؟ بله بله حتماً. منتها خانم دکتر پرورش خیلی مایل بودن شما رو ببینن. اجازه بدید بهش اطلاع بدم تشریف آوردید. سلام. سلام. ایشون دایی من هستن. خوش اومدین. شما با من کاری داشتین؟ آره میخواستم راجع به پدرتون باهاتون صحبت کنم. چی شده؟ چیز زیاد مهمی نیست، بعدم با هم صحبت میکنیم. کجا هستن؟ توی سالن هستن. چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. جان به تنم
دارم. نشسته بر دل غبار غم، زان که من در دیار غم گشتم، غم گسار غم، امید اهل وفا ببخشید آقای مدیر، بابای من کجان؟ یعنی چی؟ یعنی که من همه جا رو گشتم نیستن. با خانم دکتر صحبت کردین؟ گفتم بعدم با هم صحبت میکنن. راستش تا حالا پدرتون دو بار خواسته اینجا بره، ولی خوشبختانه جلوی در نگهبان اجازه نداده. اصلا حرف نمیزنه، دلتنگی خونه رو داره، در ضمن دچار فراموشی هم شده. یعنی ممکنه رفته باشن خونه؟ الان میگم همه جا رو بگردم، ولی بد نیست یه سر خونه بزنید. بله بله خودم هستم. واقعا باشه باشه، خداحافظ. عبدالله، عبدالله، منو میشناسی؟ نگاه کن، منم صالح، رفیق قدیمیت، برادر زنت. میشناسمت. خب خدا رو شکر. کجا بودی اسماعیل؟ من یک ساعت دارم میگم که من صالحم، تو تازه میگی اسماعیل. یادته چه شبهایی رو با هم دیگه تا صبح گذروندین؟ یادته چه سفرهایی با هم دیگه رفتین؟ یادت نمیاد؟ یه خود فکر کن، چطوره یادت نمیاد تو؟ ها؟ من که نصف عمر شدم، کجا بود دایی؟ حتما توی بطموت های جا خوابیده بوده. سلام بابا، منم لیلا. تو با این تلفن کرد که میریم خونه؟ از اینجا خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم، خسته شدم. چیکارش کنم دایی؟ اینو ببرش خونه، خدا رو خوش نمیاد. حالا که استطاعتش هم داری میتونی براش یه پرستار بگیری. این همون عبداللهستا، این همون عبداللهست که برای خودش کلی اسم و رسم داشت، مغزش مثل یه ساعت کار میکرد. ببرش دایی، نذار اینجا بمونه. خانم میدونی امروز کجا بودم؟ پیش تنها نبود لیلا خانم، اونم نگذاشت و نورداشت، حسابی ما رو شست و خوش کرد و آویزون کرد. البته حق داشت، حق داشت. خودخواهی های من هم زندگی خودم رو خراب کرد، هم پس لرزهاش زندگی تنها
خواهرم از بین برد. لیلا بگو. باشه باشه. چی میخوای؟ گشنمه. الان برات غذا میارم. باشه. پس لیلا کجاست؟ لیلا منم بابا. به تو بگو من دیگه اونجا بر نمیگردم. باشه دیگه اونجا نمیبرمت، خیالت راحت. بفرمایی. این چه؟ غذا. مگه گرسنه‌تون نبود؟ پس این چیه؟ قرصه. اول باید قرصتون رو بخوریم بعد غذا. شما بفرمایید. این قرص دکتر برای شما نوشته بابا. نه بعد شما بفرمایید. شما مهمون هستید. الهی بمیرم. که میمیری؟ هرچه زودتر. الهی شکر. سلام دایی. سلام دایی. دیشب خواب تو باره دیدم. میخوام برم سر خاکش. ای دوست دایی تو هم بیا. چه خوب. منم خیلی وقت نرفتم سر خاکش. ولی بابامو چیکار کنم؟ باباتم ورده بیار که ببینه و باورش بشه که دیگه تو بایی در کار نیست. نیومدم. حالا هم که اومدم ببین کجا اومدم. تا وقتی زنده بودی قدرتو ندونستم خواهر. ارث پدر توی جیبهام، خون داغ جوونی توی رگهام. فکر میکردم باد زندگی همیشه موافق میوزه. خبر از طوفانش نداشتم. خدا رحمتت کنه خواهر. من لیلا. لیلا بابا. تو باکو اونجاست. این که اسماعیله. دایی صالحه. پس
مادرت کو؟ اینجا خوابیده. آروم 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 بیدارش کنیم بریم. خونه جا نبود اینجا خوابیده. یادته؟ یادت بچه که بودیم همه میگفتن اول ساله باید زن بگیری بعد تو. همیشه نگران من بودی، میخواستی من زن بگیرم و صاحب خونه و زندگی بشم. یارو همسر نگرفتم که گروه بود سرم. تو شدی مادر و من با همه پیر سرم. میگم حالا چرا آوردینش اینجا مثل غریبه ها پای کو؟ ولی خب عوضش منظرش خوبه. خودش اینجا رو خیلی دوست داشت. چطور شد که از دنیا رفت؟ یه شب خواب بودم صداشو شنیدم. لیلا، لیلا جان، دخترم. بله مامان. مادر، پدرت کجاست؟ بیرونه. هر وقت کارش دارم نیست. به من بگی. باید به خودش بگم مادر. اون بنده خدا هرچی میکشه از دست این دایی. اسمش دایی نیست. لیلا جان، یه کمی به من آب بده، جگرم داره میسوزه. بابا کو؟ گفتم که بیرونه. آه الان میارم. روح شاد، روح شاد. دایی جان، من شب داشتم چمدون رو نگاه میکردم، دیدم یه عالم اخطار و سری رمز و راز روشه. چرا؟ میدونی دایی، چون من تنها زندگی میکردم، همیشه میترسیدم که نکنه این چمدون دستی آدم ناباب بیفته. با خودم فکر میکردم که اگر این قفلا رو و اون اختار و این چیزا رو ببینه ممکنه بترسه و پشیمون بشه. ولی بانک بود. آره دایی جون، ولی اگه برای من اتفاقی میافتاد، مادرت که مدرکی نداشت. میترسیدم که این پول برای همیشه توی بانک باقی بمونه. راستش خیلی دلم میخواد اون خانمه که چمدون رو به تو رسوند ببینمش. آدمی که اینقدر پیگیری میکنه تا خودشو به تو میرسونه، یه آدم دیدن داره. بابات کو؟ مگه دکتر نگفت تنهاش نذارین؟ مگه نشدی که این آدم فقط میل به رفتن داره، اونم بی هدف؟ سلام اکبر آقا. اکبر آقا، یه چهار تا سبد گله ببر تالار موبایل. چشم. سلام. سلام. سلام، خوش آمدید. اصلا نباشی.
ما اومدیم سفارش یه دسته گل عروس بدیم. مبارکتون باشه. بفرمایید انتخاب بکنید. میشه آلبومتون رو ببینم؟ خواهش میکنم. الان خدمت. مبارک ان شاء الله. بابادی چیکار کردی لیلا؟ بهش قرص دادم خوابیده. نکنی میخواد درو بکنی جایی بره. نه دروش قفل کردم. کار خوبی کردی. میگم حالا میدونی که این خانمه هست؟ فکر کنم باشه. تاکسی. آقا در کجا؟ این همونه. نه با کی؟ این همونه که من چمدون رو توی تاکسی جا گذاشتم. پس چرا فرار کرد؟ سلام آج آقا. سلام. چرا فرار کردی؟ نکردم. شما همچی گفتی. اینه من ترسیدم مراد. برای یادت میاد؟ بله من میشه شما رو فراموش کرد. بفرم بالا کجا میریم؟ اجازه هست؟ بفرم خواهش میکنم. خانم بفرمید. حاج آقا قضیه این چمدونه چی شد؟ از من میپرسی؟ شما باید بگیم بالاخره اون چمدون چی شد؟ نوکردم حاجی. اون شب که سوارت کردم تو آینه نگاه کردم حالت خیلی بد بود. حاج آقا حالتون خوبه؟ حاجی روزه یاره؟ خدا قبول کنه. نگر دارم یه ساندیسی کیکی. حالتون اصلا خوب نبود. راستش منم ترسیده بودم. گفتم دیدی شوخی شوخی یکیمون رو دستمون. همش دعا دعا میکردم اتفاقی نیفته حاج آقا. وقتی که وارد اورژانس شدیم خانم پرستار اومد. من بهش یه سری توضیحاتی دادم حاج آقا. تصادف چیه خانم؟ میخوای کار دست ما بدین؟ تو ماشین حالش بد شد. تو ماشین آجی بهش بگو بگو که حالت بد شد تو ماشینم. فکر کنم سکته کرده خانم. به این دکتر صدا کنید. چشم آجی. آجی آقا نوکردم آجی. دکتر شما برو دادش. برو دست درد نکنه. خیلی هم ممنون. قربونت. من اصرار داشتم بمونم ولی شما قبول نکردی. راستم میگفتی. کاری از دست من اون موقع بر نمی اومد. آجی آقا به خاطر چمدون مجددا برگشتم. به طرف پرستار رفتم سراغ شما رو گرفتم. من پرسیدم کجا؟ اونم جواب نداد و رفت. لابد نمیدونستن دیگه. خلاصه اونجا اومدم بیرون و من نمیدونستم با چمدون باید چی کار کنم. خدایی میخواستم چمدون رو بدم درمانگا. دیدم نمیشه که چمدون رو برداریم بدیم درمانگا چی کارش کنم. خلاصه مجبور شدم بیام بیرون. نوکرتم. همش همینی بود که بهت گفتم. خدا عمرت بده داداش. خدا عمرت بده. نوکردم آجی. بالاخره یکی هم ما رو دعا کرد. قضیه آخرش چی شد؟ بالا بعد از کلی گرفتاری و دردسر بالاخره حق به حقدار رسید. نه بابا خدا رو شکر. من همیشه این گوشه ذهنم گرفتار چمدونه بود. نمی‌دونستم چی شد. البته ببخشید قابل شما رو نداره. ای تو اون شروع فلوقی یادتون رفت کرایمو حساب کنیم. منم خدایی اصلا دیگه حواسم نبود ازت بگیرم. حتی نوش جونتون همین که حالتون خوب شده از 100 تا کرایه بالاتره. خوبش بعدن حساب میکنین. حالا هر جوری خودتون راضی بودین. ببینم هنوزم در بس سوار میکنی؟ نوکردم آجی. واسه شما نه چهار تا درش هم وا میکنیم. اصلا صندوق هم وا میکنم. هر چی شما بگی در خدمتی. زنده باشی. خورون شکلت دارم آجا. با اصلا که نیست. بعید میدونم این وقت روز جایی رفته باشه. خانم در باز کنی. منم لیلا با دایی صالح اومدم. برش فایده نداره. مدتیه که ما به در بسته میخوریم. اینم یکی از اون در است. بریم.
اگه قسمت باشه که نبینیمش. بریم. بالاخره من و داییم به این نتیجه رسیدیم. درسته که این چمدون سهم و ارث مادرمه، ولی اگه خودش زنده بود همیشه دلش میخواست به محلهایی که سالمندان نگهداری میشن کمک کنه. من مطمئنم اگه خودش بود این کارو میکرد. حالا من جای اون این کارو میکنم. خدا بیامرز همیشه میگفت وقتی آدم مقداری از ثروتشو در راه خیر خرج کنه از بقیه ثروتش بیشتر لذت میبره، چرا که رضایت خدا در اون بیشتره. چیه؟ بازم زدیم به تیپ و تاپ هم دیگه؟ قدر هم دیگه رو بدونی؟ تنهایی بد دردیه. وقتی جوان بودم دور و برم پر بود از رفیق نارفیق. همیشه نقل مجلس بودم. وقتی موام رنگ به رنگ شد و چشمام آلبال و گیلاس قاطع کرد همشون پریدن. همشون. من موندم و یه خونه سرد و یه دل پر درد. لابد میگین وقتی جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت نبود. بفرمایید. سال‌ها بفرمایید خانم. فرمایشی داشت خانم. صبح شد و شام گذشت بر سر ما نگذشتی تو با ایام گذشت. بر سر ما نگذشتی تو با ایام گذشت. شوکت شوکت حالا دیگه چقدر دیر. من همین نامه و پیغام فرستم تو همین عمر ما نبود بیاین پیش من. راستش خودم قاطی کردم. کاش اصلا نمی آمدم. به حرف تو گوش نمی کردم. چرا؟ مگه چی شد؟ بعد سالها انتظار اصلا منو نشناخت. راست میگی؟ ولی من شنیدم صداتون کرد. چه فایده؟ چه فکرام می کردم؟ ببینی من نمیخوام ازش دفاع کنم، ولی شاید یکم حق داشته باشه. بعد از اون همه ماجرا این همه سال شما رو ندیده. شاید اگه ما هم بودیم نمیشناختیم. خب همونقدر که اون خراب شده منم داغون شدم. همون دیگه ولش کن، بی خود اومدم. یعنی میخوایم بعد از این همه سال انتظار همینجور بذاریم برین؟ انتظار قشنگتر بود مادر. کاش اصلا نمیامدم. مگه نمیای بریم؟
میخوای من باش صحبت کنم؟ اگه از من میپرسی ولش کن. حالا نمیدونم خودت میخوای بری برو، من رفتم. میدونی آج آقا، هرچی بیشتر میگذره بیشتر میفهمم که چه آدم بدی بودم. حاج اسدالله همسایه بغلی یادته؟ یادت رفتی خونهشون برام دخترشون خواستگاری کنی؟ شوکتو میگم، وقتی چشماتو بستی و از این دنیا رفتی همه این قول و قرارا رو زیر پا گذاشتم. اصلا یادم رفت که یه دختری به نام شوکت بر انتظار منه. بعد هم نفهمیدم که زندگی اون بند خدا اصلا چی شد. میدونی آج آقا، پول زیاد ضررش بیشتر از کم پولیه. خدا رو شکر که بالاخره سرم خورد به سنگ و همه گذشته ها رو ریختم بیرون، کشان باز شد. آج آقا دعا کن، دعا کن که خدا از سر تقصیرات ما که کمم نیست بگذره. یارم سلام آج خانم، نور به قبرت بباره. مادر فداکاری بودی. خدا بیا برسد. ای روزگار. سلام دایی جو. سلام دایی، چه کار خوبی کردی که اومدی. بیا تو. تنها نیستم. تنها نیستی؟ یعنی چی؟ یه مهمون آوردم. از کو؟ سلام شوکت. سلام ساله. عذابم میده این تردی، بگو خوابم یا بیدار، کدوم تصویر رو باید دید. منو راحت نمیذاره، بازم درگیره